سلام، امروز میخوام سه روش دوخت فارسی بار رو بهتون یاد بدم. تو روش اول پهنای دو طرف کارمون یکسان نیست، یه طرف مثلا 5 سانتی، یه طرف هم 2 سانتی. میخوام ببینیم چجوری میتونیم با فارسی بار بدوزیم. بچه‌ها اول این دوتا خط رو تا میزنیم، این 2 سانت و این 5 سانت. این تقاطعی که به هم میرسه رو من حالا با خودکار دارم بهتون نشون میدم. شما با یه مداد خیاطی علامت بزنید دقیقاً تقاطع پایینی به بالایی رو. حالا کارو باز میکنیم، این دوتا نقطه ای رو که علامت زدیم و میذاریم قشنگ روی هم. ببینید به این صورت. میبینید دوتا نقطه ها رو؟ قشنگ اینا رو میذاریم روی هم و یه خط دقیقاً تا تقاطع خط اوتومون باید بدوزیم. هم میتونید با خط کش از این نقطه تا این تقاطع اوتو رو خط بکشین، یا میتونید اینو با دستتون یه خط تا بندازین، خطش رو مشخص کنید که راحت همین تیکه رو بدوزین. من از پارچه استفاده کردم که پشت روش کاملا مشخصه، پشت شلایی چسبوندم که برای شما قابل رویت بهتری باشه. خب اینو میدوزیم تا این تا. اول آخر کارتون اگه سر قایمی بزنید کارتون دیگه شکافته نمیشه. برای پایین دامنا مانتوها این روشی روش خیلی خوب و مناسبه. برش میگردونم ببینم کار درست دوخته شده و دقیقا خطم میزونه. بله خط میزونه. حالا برش میگردونم، اضافه کارمو میچینم، از این طرف میچینم که ببینید خطش کجا بوده. دقیقا همین کنار همین خطی که دوخته بودم، چون با رنگ سفید دوختم شاید دیده نشه، همین کنار اضافه رو میچینم. بعد با دستم این درز رو باز میکنم کمی. میتونید اوتو کنید، میتونید با دستتونم قشنگ درز رو باز کنید و با ناخونتون کمی حالت اوتو بهش بدین. حالا برش میگردونیم، این میشه در حالتی که دو طرف فارسی بار ما با هم میزون نیست و به همین راحتی دوخته شد. حالا زمانی که فارسی بارمون در دو طرف یک اندازه است، مثلا هر دو 4 سانتی یا هر دو 3 سانتی، خب این کار آسون تره. من خواستم در دو حالتش رو شما ببینید که چه دو طرف یک اندازه باشه چه نامیزون باشه. دقیقا میتونیم از این روش فارسی بار استفاده کنیم و این لبه لباس ها رو اینجوری بدوزیم، مخصوصا در زمانی که میخوایم سجاف جلوی لباسمون رو بدوزیم، این خیلی پرکار برده. در اینجا هم همینطور دو تا خطی که دو تا نقطه‌ای که تقاطع رو به هم دیگه میرسونه رو علامت میزنیم و از همین دو تا نقطه تا خط تای اوتومون میدوزیمش، دقیقا مثل روش گذشته. هم میتونید با خط کشی خط رو بکشین، هم میتونید خودتون یه تا بزنید و با یه مداد خیاطی یه علامتی بزنید و اینو بدوزینش. پس مهم نیست که تو فارسی بر دو تا خطی که تا زدیم هم اندازه باشه یا غیر هم اندازه. کنار اینم میچینم، با دستم کمی بازش میکنم انگار که اوتو خورده و برش میگردونم.
با یه قیچی، با یه لبه قیچی یا با یه پیشگوشتی هم میتونید این درزا رو کاملا بیارید بیرون و کاملا اون تیزیش بیاد بیرون و خیلی شیک بایسته. ببینید دو طرفش هم خیلی قشنگ و مرتب شده. خب حالا در روش سوم شما یک تای یک سانتی دیگه هم دارین. ببینید یعنی قراره کاملا کار دوخته بشه تو فارسی بر و یه تای یک سانتی هم داشته باشیم. حالا چجوری اینو فارسی برش کنیم؟ بازم دوتا خط و تا میزنیم، اتو میزنیم، دوتا نقطه ای که به هم دیگه میرسن دقیقا تو همین تقاطع علامت میزنیم، بعد کارو باید باز کنیم بدوزیم. ببینید دقیقا بعد از اون یک سانتی که تو رفته، اما موقعی که میخوایم بدوزیم کاملا پارچه رو در میاریم، یک سانت هم میاریمش بیرون. یه خود علامت مشخص‌تر میکنم که ببینید این دوتا نقطه رو میذارم روی هم، اما یک سانت هم باز میکنم. تنها نقطه دوختیش توی دوخت اون یک سانت اولی است. این خط تقاطع اتومه و دقیقا از همین نقطه‌ای که دارم یه خط میکشم به همین تقاطع اتوم. فقط تو این قسمت دقت کنید، ببینید وقتی که این تا میخوره کارم، الان میزنید قشنگ تا بزنم، ببینید این خط کجاست؟ پشتش هم باید عیناً روی همین خط دوخته بشه. ببینید به چه شکلی الان میخوام بدوزم؟ خط کوچیکم رو ببینید به سمت پایینه. نباید اونو مستقیم بدوزینش یا به سمت بالا بدوزید. از پایین دوخته میشه، میاد تا همون دوتا نقطهی که خط تقاطع بوده، سوزن اون قسمت پایین میمونه، پای کار بلند میشه، کار میچرخه و به سمت پایین دوباره دوخت میخوره. از اینجا شروع میکنم تا انتهای خط کوچیکی که دارم. اگه این چرخ بذاره من امروز خوب بدوزم. خب ببینید یه سرقایمی میرسم به این تقاطع اول، سوزن داخل کار، پایه رو بلند میکنم، کارو میچرخونم و ادامه کارو میدوزم، میام تا پایین. اضافه کارو میچینم تا همین تقاطع، از این طرفم همینطور و یه چرت کوچیک تو قسمت هشتی باید بدم. برش میگردونم ببینم چطوره. بچه ها اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارین میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. ببینید الان فقط نکتهش همین قسمته، خیلی هم کوچولو شده، نمیتونم خوب برش گردونم با دستم. خب اشکال نداره، میام این قسمت هشتی رو یه چرت کوچولو بهش میزنم. اینجوری کارم راحت تر برمیگرده. مدل که دارم بهتون آموزش میدم بیشتر برای مدلایی هستش که مثلا میخوای یه رومیزی بدوزیم و کارو از پشت برگردونیم به سمت روی کار و یه دوخت تمیزم میخواین داشته باشه. این یکسان میره داخل و خیلی راحت شما دیگه میتونید کارتون رو بدوزیم مثل یه قاب عکس.
خب حالا میخوام اینو بدوزمش. فکر کنی یک رومیزیه و کاملا از پشت برگشته به سمت رو و کاملا این فارسی برش هم انجام بدیم. حالا میخوایم این درز یک سانتی هم که به سمت داخل اتو کردیم و بدوزیمش. خیلی راحت میتونیم الان این کار رو انجام بدیم. ما بیشتر کارامون رو اول با اتو درست کردیم. خود اتو به ما کمک کردی که خیلی راحت تر این درزا رو پیدا کنیم و بدوزیم. خب اینم تا اینجا. اینم از کار امروز ما. اینم از روی کارمون که ببینید چقدر قشنگ شده. برین لذتشو ببرین.